وطن فراق تو امروز جسم و جانم سوخت، حدیث درد چو بردم به لب زبانم سوخت. بجاست آتش اگر سر زند ز تربت من، چرا که از غم اجر تو استخوانم سوخت. چنان ز درد وطن خسته شد تن بیمار، ز آه شعله من در گلو فغانم سوخت. زبان شکوه چه لازم ز سوختن های شمع، مرا ببین که فراق وطن چه سانم سوخت. و سرزمین دلم کاشتم نهال امید، ولی ندیده بهاری و در خزانم سوخت. سرم به زانوی غم ماندم و شدم مشغول، که رفته رفته تنم زاتش نهانم سوخت. فغان ز گردش ایام و فتنه ای صیاد، سنا نمان مرا خانه آشیانم سنانم آن مرا خانم آشیانم. عزیزان گرامی، باز هم برای شما باید بگویم هفته بعدی انشاءالله اگر حیات باقی بود، یک میمان بسیار عزیزی دارم در برنامه، مهمانی که اما با شما عزیزا با ایشان آشنا هستیم و آسوده هزاران هزار بار ممکن سروده های ناوشان از طریق برنامه های خود و دگرما گرفته باشه، که اینا محترم نظیر ظفر هستند. میمان برنامه آسوده هست و در این برنامه ما و شما با محترم نظیر ظفر، یکی از شاعرای والا مقام خود هستیم و که واقعا اشعار و سروده های از اینا، مخصوصا اشعار عماسیشان، شور برپا میکنه بر دل های عمم وطنایش. یکی از سروده های نابشانه و دکلمه میگیرم و انشاءالله که بی صبرانه در انتظار مهمان خود در هفته بعدی می باشه. ز پای تا به سرم مثل عود می سوزم، ز پای تا به سرم مثل عود می سوزم. میان آتش دل بی عدود می سوزم. گهی ز شعله دلهای خسته بریانم، گهی ز شعله دلهای خسته بریانم، گهی ز زجر، گهی ز رنجش بود و نبود می سوزم. گهی ز رنجش بود و نبود می سوزم. اگرچه آتش من تابدار و سرخ نبود، با زهر شعله غمها کبود می سوزم. چنان گرفته گلویم غم زمانه دون، که بال می زنم و بی سرود می سوزم. بیا و از قدم دورتر تماشا کن، بیا و از قدم دورتر تماشا کن، میان شعله و امواج دود
می سوزم. میان شعله و امواج دود می سوزم. قلمتان نویسا محترم نظیر ظفر معزز و گرامی ما، باز هم ظریفی صاحب معزز شما روی خط هستین، بفرمایید. بله اصلا این شاعر اول مقام مجری خوب برنامه مقام زن بود، من پای برنامه شیشتت و قرارم هم نیامد. اگر فرصت برای من بودین یک زمان من به یاد مادرم یک چیزی نشته که فیلم در انتباط هم مقام زن بکنم رو برای شما بخونم، ولی مثل شما می دکلومه کرده نمیتونم صرف شعر خودم بخونم. بفرمایین یعنی بفرمایین ظریفی که شما برنامه شما داشته باشه وقت نگیرم. خواهش میکنم، خواهش میکنم راه ما بفرمایید. سروده بسیار زیبایی از زبان شیرین خودتان میشنویم. خواهش شیرین نگه دنم و مفته کتیره با اجازه بفرمایید. به یاد مادر و مقام زن، مقام زن خدای لایزال و ذات بیچون، طبیعت در سرشت حکم قانون، زمین و آسمان را داد فرمان که در خود جا دهد جاندار و بی جان. به مهر و انجم و چرخ توانگر، ز گردش های پی در پی مکرر، سفیدی و سیاهی را توان داد به هرچه حکمتی را کرد برشد. بدان خلقت که خالق بود در کار، به ذهنش نقش آدم شد پدیدار. به ذهنش نقش آدم شد پدیدار. به قانونی که نفس در حکم او بود، برای حفظ آدم سعی فرمود. تهیور در خیالش جروگر شد و در خلق بشر سعی اثر شد. به موجودات خلقت بار دیگر، ضروری حکمتش سعی مکرر. بدین اندیشت آسیب دوران، کجا حفظش کند این جسم انسان. علق در کنه التافش نظر داشت، به بطن نطفه این اندیشه را کاشت. به باید جایگاهی پاک او را، که با سعیش دهد اقرار ادراک او را. خدا با آن بزرگی در تفکر، خدا با آن بزرگی در تفکر، صدف را دید خوش پوشیده در دور. امانت بود در دستش بهای، ضرورت شد که بگذارد به جای. زمین و آسمان را جستجو کرد، زمین و آسمان را جستجو کرد، برای حفظ آدم خوش بزن کرد. عطایش کرد بر دامان مادر، عطایش کرد بر دامان مادر. ندید اندر جهان زن جای بهتر، و زن زن شد امان داری از دان. و زن زن شد امان داری از دان، بشر را افتخاری هست بر آن. بشر را افتخاری هست بر آن. بدو لعنت سرست از جانب من، بدو لعنت سرست از جانب من. هران که می کند نسبت به انسان، تو را اگر راه حق باشد سزاوار، تو را اگر راه حق باشد سزاوار، نسوسی زددن از حکم بردار. خدای انداخت زیر پای مادر، خدای انداخت زیر پای مادر، بهشت قسم چیز است بهتر. ز آیاتی که حکمش زن ستیز است، ظریفی را نظر اندر دو چیز است. نباشد این سخن گفتار یزدان،
نباشد انتخن گفتاری دن، اگر باشد تو بردارش نتفر آقا، اگر باشد تو بردارش نتفر آقا. به اجازه شما می دو مسئله آخره بر شما یک تحلیل کوچکی دارم که سر دوستو اشتباه نشد. منظور می دید که بعضی کسای میگن که زن در آیات قرآنی چنین گفته شده و چنان گفته شده، مثلا حالی اگر ما شما میشنهیم از اینجا و از اونجا، از همه بسا کسایی که وارد نیستن زن ذلیل میدانن. خداوند در قرآن هیچگاه زن ذلیل نگفته. اگر مثلا کسانی در آیات قرآن خدا را زن ستیز میگن، این حکم من کمی از قرآن خداوند نگفته، بردارین از زینهایتان. خداوند هیچگاه به قرآن زن توبین و تحرید نکده، زیرا بهشت خود زیر پاش انداخته. من حیران استم به کسایی که داد و فریاد میزنند بر ضد زن و سنگسار به پا میکنند، درد بر پا میکنند، زن دست دو میدانند، شاهد دو تا زن یک برابر به مرد یا در میراث و اینون. بعضی چیزهایی است که اینها جا داده شده. خدا با اون بزرگی خود چنین نیست که بر موجودی که او آفریده و بهشت خود زیر پاش انداخته موجود خار بدانه. صرف عرضم ای بود که هر آن که منکر است از حرمت زن به دو لعنت فرستد جانب من. امید در شعر جا دادم با اظهار تشکر که برای من فرستد داده نتوانستم یک شعر خود برای تان بخونم. بسیار هم زیبا بودی سروده شما را. من هم از برنامه به خانش گرفته بودم، دکلم به دکلمه گرفته بودم، واقعا بسیار زیبا بود. و این سروده هایتان اما ناب است، اما یک عالمی از سخن با خود دارد، باز مخصوصا در مورد زن. شما بسیار به زیبایی می نویسین. سلامت باشین ظریفی صاحب معزز و گرامی، قربان لطفتان. اظهار تشکر و سپاسگزار از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. واقعا که سروده های زیبایی دارن ظریفی صاحب معزز ما. خب شهر طوفان برده، باز هم یک دکلمه به شما دارم که سروده های امشب ما همش راجع به اماسی بود، راجع به وطن عزیزم بود. عزیزانی که در فیسبوک هم با ما هستین، قربان لطف و محبت تمام شما عزیزان گرامی، بسیار محبت میکنین و کامنت های پر مهرتان حتما بعد برنامه بخیر پاسخ میگم. شهر طوفان برده، قلم در پنجه من نخل سرما خورده را ماند، قلم در پنجه من نخل سرما خورده را ماند، دوات از خشک مغزی ها دهان مرده را ماند. نه پیوندی به دیروز، نه امیدی به فرداه، دل بی آسل من شهر طوفان برده را ماند. تکانی ام نخورد از آه آتشبار مظلومان، دل سخت ستمگر سنگ پیکان خورده را ماند. گل عشقم که بود از نوبهار آرزو خندان، کنون در پای جانان غنچه پژمرده را ماند. سر بی درد کس شور تمنایش، سر بی درد کس شور تمنا نیستش بهره، به شاخ زندگانی میوه افسر در آماند. زبس در هرچی دیدم داشت رنگ رنج و آزار، جهان در چشم من یک سر دل آزرده را ماند، جهان در چشم من یک سر دل آزرده را ماند. پروردگارا در این شب آرام، آسمان را از ستاره باران عشقت بی نصیب مگردان.
آرامش آسمانی و قلب‌های ما نازل گردان و دعا می‌کنم هر لحظه‌های زندگیتان تجلیگاه پروردگار شود و در این لحظاتی که مهتاب سفر خود را در آسمان آغاز نموده و ستاره ها پیدا و پنهان زینت بخش امشب گردیده، امیدوارم آسمان زندگیتان به زیبایی امشب باشد. از بودن با ما تا این دم یک افغانستان پاک و پر از صلح و صفا سپاس. پاک بودن مقدستر آم محابد جهان است. پس بیایید پاک و بیریا زندگی نماییم. مهربانی تزیین لحظه هایتان باد و برای مهربانی هایتان جواب جز دوست داشتن ندارم. فدای شما عزیزان با معرفتم که جنگل های بی معرفت ها را خاکستر می کنید. قلب های پاکتان را دوست دارم. انشاءالله دوشنبه بعدی با دفترچه از شعر و سخن از راه خواهیم رسید. پدرود تا درود دیگر.